با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان آن سوی خبر تا سی دقیقه با تازه ترین اخبار دریافتی از ایران منطقه و جهان نخست مروری بر سرفصل اهم اخبار موجی از اظهار مواضع نظامی از سوی مسئولین جمهوری اسلامی با فرمانهای رهبری و همینطور فرماندهین سپاه و ارتش در مواجهه با رویدادهای جاری و منطقه ای از جمله یمن موجه جدیدی از توحش داعشی با قتل عام و سربریدن مسیحیان در لیبی واکنش ها به تحویل مشک های روسی موسوم به سامانه سی با دورخیز تازه از رقابت های نظامی میان روس، ایران، اسرائیل و اوکراین و بالاخره آخرین جزئیات دیدار رؤسای جمهور دو کشور همسایه ایران و سرفصل اهم اخبار و عناوین برگزیده امشب دوشنبه 31 فروردین ماه ایرانی در برنامه شامگاهی آن سوی خبر است که به آگاهی شما بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا میرسد ادامه برنامه با شرح جزئیات آخرین اخبار تنظیمی اظهارات آیت الله علی خامنه و لحنه تنشالود و نظامی گرایانه اش صدر نشین رسانه های داخلی و خارجی بوده است آیت الله علی خامنه رهبری ایران می گفت که آمریکا میکوشد که ایران را مایه تهدید معرفی کند در حالی که دخالت خودش مایه ناامنی است آقای علی خامنه ای دیروز یک شنبه سیوم فروردین در دیدار با فرماندهان ارتش ایران با انتقاد از اشاره مکرر مقامات آمریکایی به احتمال برخورد نظامی با ایران در صورت شکست مذاکرات هسته ای با گروه مصوم به پنجه به علاوه یک هشدار داد که جمهوری اسلامی در دفاع از خود کاملا مختدران عمل می کند. آیت الله علی خامنه ای در ادامه اظهارات خود گفت طرف مقابل با وقاحت مرتب ما را تهدید نظامی می کند این غلط اضافی را می کنند بعد می گویند که جمهوری اسلامی توان دفاعی نداشته باشد رهبری ایران همچنان می افزود که مردم ایران در مقابل تجاوز یک پارچه می ایستند و خود را آماده نگاه می دارد آقای خامنه ای گفت همه دستگاه ها ام از وزارت دفاع تا ارتش و سپاه باید آمادگی های نظامی دفاعی و همینطور سازماندی های رزمی و آمادگی های روحی خود را روز به روز افزایش دهند و این به منظره یک دستورالعمل رسمی است ایشان بار دیگر تلاش ایران برای دستیابی به صلاح هسته ای را رد می کرد و آن را افسان سازی های جعلی آمریکایی ها و اروپایی ها دانست که قصد دارند ایران را تهدید جلوه بدهند آیت الله علی خامنه در ادامه سخنرانی خود آمریکا را مایه تهدید میخواند که بدون هیچ مهاری دخالت های ناامن کننده از او سر میزند ایشان همچنین تأکید کرد که ایران در هیچ کشوری دخالت ندارد اما گفت اگر مورد تهاجم قرار بگیرد از خود دفاع جانانه ای خواهد کرد آقای خامنه از حمایت آمریکا از عملیات نظامی عربستان علیه حوسی ها در یمن نیز انتقادی آشکار کرد. امروز همچنین در همین زمینه و مضمون دو مقام ارشد نظامی و رئیس مجلس ایران از نقش عربستان در یمن به شدت انتقاد کردند که در ادامه برنامه امشب به اطلاع شما بینندگان عزیز خواهد رسید پس از اظهارات رهبری ایران فرماندهان نظامی نیز با لحنی مشابه به اظهار موضع پرداختند در این میان سردار حسین سلامی در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که هر گونه تقاضای بازدید از مراکز نظامی ایران را با سرب داغ پاسخ خواهیم داد این مقام نظامی ارشد حمله ی عربستان به یمن را استثنایی ترین حماقت آل سعود میخوان سردار حسین سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در برنامه تلویزیونی نگاه یک در شبکه یک تلویزیون ایران درباره بازدید از مراکز نظامی ایران می گفت هر کس از این حرفا یعنی بازدید از مراکز نظامی ایران بزند جواب آن را با سرب دا خواهیم داد ایشان که به مناسبت 29 فروردین ماه روز ارتش سخن می گفت تأکید کرد که جمهوری اسلامی حتی اجازه فکر کردن به موضوع بازدید از مراکز نظامیش را هم نخواهد داد به گفته ایشان مقام های غربی حتی در رؤیاهایشان این اجازه را نخواهند داشت که از عادی ترین اماکن نظامی ما بازدید کنند یکی از موارد اختلاف که بارها در مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی مطرح شد، موضوع بازدید از مراکز نظامی ایران بوده است. البته بر اساس پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بازرسان این آژانس اجازه دارند از تمامی مراکزی که لازم می‌دانند بازدید کنند. ایران معتقد است این بند شامل مراکز نظامی نمی‌شود. سردار سلامی تاکید کرد که حریم پایگاه های نظامی باید حفظ شود. ایشان می‌گفت اینکه یک بازرس خارجی به پادگان نظامی سر بزند به معنی اشغال سرزمین است چون همه اسرار و رازهای دفاع ما در اینجا است. این به معنی تغییر ملی خواهد بود. حتی گفتگو در این موضوع تغییر ملی محسوب خواهد شد. ایشان در عین حال تاکید می کرد که مطمئنا مردان ما در عرصه نبرد دیپلماتیک دارای چنان ارتفاعی از حیثیت، عزت و ایمان هستند که اگر دشمن بخواهد در این باره حرفی بزند مشتی بر صورت آنها خواهند زد که با سرعت چند برابر صوت به پایتخت هایشان بروند. ادامه برنامه آن سوی خبر با آخرین کشمکش ها حول مشک های اس 300 با تازه ترین موضع نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر درباره انتقال یکی از پیشرفته ترین پدافند های هوایی روسیه به ایران هشدار داده است نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه بار دیگر علنا از تصمیم مسکو انتقاد کرد ایشان می گفت اسرائیل به شدت نگران ارسال سیستم دفاع موشکی اس 300 روسیه به ایران است به خصوص زمانی که ایران به تعرضاتش در منطقه و مناطق مرزی اسرائیل شدت بخشیده است اسرائیل همچنین شدیدا نگران است که در تفاهم هسته‌ای قدرت‌های بزرگ با ایران به تعرضات ایران اشاره ای نشده به اینکه این تعرضات باید در زمان انعقاد توافق یا لغو تحریم‌ها متوقف شود اس 300 از پیشرفته ترین پدافند های هوایی جهان است که برای رهگیری جنگنده ها و مشک های بالستیک طراحی شده است بیش از 150 کیلومتر برد دارد و می تواند به طور همزمان 100 هدف را رهگیری کند در صورت تجهیز ایران به سیستم s 300 حمله هوایی احتمالی اسرائیل به مراکز اتمی ایران می تواند بسیار دشوارتر و پیچیده تر شود و اما در سوی دیگر و به طور همزمان انتقاد پوتین از فروش سلاح‌های اسرائیلی به اوکراین رقیب این روزهای روسیه روسیه میگوید پدافند هوایی S-300 سیستمی دفاعی است و با تقویت قدرت بازدارندگی ایران به آرامش و ثبات منطقه خاورمیانه کمک خواهد کرد ولادیمیر پوتین روز شنبه این هفته همچنین درباره فروش سلاح به دولت مرکزی اوکراین به اسرائیل هشدار داد. به گفته ی رئیس جمهوری روسیه، ورود تسلیحات اسرائیلی به اوکراین می تواند به بی‌ثباتی و خشونت بیشتر در اوکراین منجر شود. پیشتر یکی از مقامات نظامی ایران، سرتیب حسین دهقان، وزیر دفاع ایران گفته بود روسیه در سال جاری میلادی سیستم دفاع موشکی S-300 را به ایران تحویل خواهد داد. این در حالی است که در واشنگتن مقامات دولت آمریکا برخلاف اسرائیل چندان از انتقال پدافند S-300 به ایران خشمگین و ناخشنود به نظر نمیرسند. کاخ سفید میگوید از تصمیم کرملین نگران است اما آن را ناقض های سازمان ملل متحد نمیداند در همین میان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یک اظهار نظر تازه ای می میگوید تصمیم روسیه به تحویل سامانه مشکی از 300 به ایران ابدا تأثیری بر مذاکرات هسته ای ندارد. آقای ظریف و مقامات ارشد جمهوری اسلامی از تصمیم تازه رئیس جمهوری روسیه به گرمی تمام استقبال کرده اند. ادامه آن سوی خبر با جزئیاتی از تراژدی غرق شدن قایقی با 700 مسافر پناهجو در اعماق دریای مدیترانه نخست وزیر کشور ایتالیا با تشکیل جلسه اضطراری کابینه از اتحادیه اروپا خواست برای نجات جان مهاجران در دریای مدیترانه کاری انجام دهند. ماتیو رنزی در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت از اتحادیه اروپا میخواهد روز پنجشنبه یا جمعه نشستی اضطراری برای بررسی معضل غرق شدن مهاجران تشکیل شود در پی غرق شدن یک قایق حامل 700 مهاجر در آبهای مدیترانه بیم آن می رود که صدها مسافر غرق شده باشند. آژانس پناهندگان سازمان ملل این حادثه را یکی از بزرگترین تراژدی ها در آبهای مدیترانه خوانده است. آقای رنزی می گوید ایتالیا مصمم است تا قاچاقچیانی را که مسئول حادثه غرق شدن این کشتی بودند پیدا کند و به محاکمه بکشاند. نخست وزیر ایتالیا همچنین می گفت تا ساعتی دیگر تلفنی با دیوید کامرون نخواست وزیر بریتانیا و سایر مقام های اروپایی صحبت خواهد کرد بر اساس تازه ترین گزارشات ها کنون 28 نفر از مهاجران قایقی که دو شب گذشته غرق شد نجات یافتند کشورهای اتحادیه اروپا به شدت از طرف نهادهای حقوق بشر متهم هستند که در رسیدگی به معضل مهاجران در دریای مدیترانه و غرق شدن آنان کوتاهی کردهاند. کشورهای اتحادیه اروپا به جز ایتالیا عملیات نجات قایق مهاجران را بسیار محدود کرده اند با این استدلال که شاید باعث کاهش مهاجرت غیرقانونی از شمال آفریقا به قاره اروپا شوند. نکته جالب توجه در انتشار این خبرها آنکه کشتی های ایتالیایی نیروی دریایی مالت و قایق های تجاری در عملیات نجات که در حال حاضر در آبهای لیبی و در جنوب جزیره لامب دوسا در ایتالیا در جریان است حضور دارند همینطور سخنگوی گارد ساحلی ایتالیا گفت که این عملیات در آبهای لیبی و در حدود 210 کیلومتری جزیره لامپ دوسا در جریان است. گزارش شده این حادثه زمانی اتفاق افتاد که مسافران قایق برای نجات خود به سوی کشتی مجاور که نزدیک میشد هجوم بردند مت رنزی نخست وزیر ایتالیا مرگ مهاجران در آبهای مدیترانه را کشداری خواند که روزانه اتفاق میافتد و به فراموشی سپرده می شود از سوی دیگر جوزف موسکات نخست وزیر مالت می گفت جامعه جهانی کشور او و ایتالیا را در مقابله با این بحران تنها گذاشته است نخست وزیر مالت همچنین به اروپا و جامعه جهانی هشدار داد اگر چشمشان را به روی این تراژدی ببندند به بدترین شکل در مورد آنها قضاوت خواهد شد شب گذشته پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از کشورهای دیگر خواست به هزاران مهاجری که از مسیر پرخطر دریای مدیترانه راهی اروپا می شوند کمک کنند آن سوی خبر را پی میگیریم از سواحل بحران زده لیبی به نبرد بی امان در یمن عبدالملک حوسی رهبر شبه نظامیان شیعه حوسی در یمن در اولین سخنرانی تلویزیونی خود بعد از آغاز حملات هوایی عربستان و متحدانش گفت که این گروه هرگز تسلیم تهاجم وحشیانه سعودی نخواهد شد عبدالملک الحوسی عربستان سعودی را به تلاش برای تهاجم به یمن با هدف اشغال این کشور متهم کرد رهبر انصار الله ها می گفت مردم یمن حق مقاومت در برابر این حملات عربستان را با هر وسیله و گزینه ممکن برای خود محفوظ می دانند. اما توضیحی درباره جزئیات نداد عربستان سعودی رهبری ائتلافی منطقه ای را بر عهده دارد که از چهار هفته پیش در قالب عملیات طوفان قاطعیت آن چرا مواضع حوسی ها در یمن می نامد بمباران می کند. مقام های عربستان می گویند این حملات به درخواست دولت عبد ربه منصور هادی که از سوی جامعه جهانی به عنوان رئیس جمهور قانونی یمن شناخته می شود صورت می گیرد و هدف از آن جلوگیری از اشغال کامل یمن به دست شیعیان شورشی حوسی هاست سازمان های امدادرسان بینال نیز در این میانه و بحران ها میگویند تا کنون صدها غیر نظامی در حملات هوایی اعتلاف و همینطور درگیری های داخلی یمن کشته شدهاند. عربستان ایران را به حمایت از حوسی ها و دخالت در امور کشور جنگزده یمن متهم می کند. البته ایران این اتهام را رد می کند و در مقابل حملات هوایی عربستان را دخالت آشکار در امور یمن می داند. در سوی دیگر همون گوره که در بخش های مختلف خبری اعلام شد روز شنبه دولت در تبعید یمن طرح چهار ماده ایران برای توقف فوری درگیری ها در این کشور را رد کرد. پیشنهاد ایران که از سوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه این کشور به سازمان ملل متحد ارائه شده است خواهان توقف فوری حملات نظامی خارجی ارسال کمک های بشر دوستانه از سرگیری گفتگوی موسوم به ملی با مشارکت همه احزاب سیاسی و تشکیل دولت فراگیر وحدت ملی در یمن شده بود. اخبار منطقه ای را از یمن پی می گیریم و به عراق می رویم با تازه ترین خبرها از آزادسازی شمال عراق از چنگ وحوش داعشی نیروهای اعتلاف به رهبری آمریکا در اطلاعیه اعلام کرده اند که پیشمرگ های کرد توانستند ده ها کیلومتر مربع از خاک شمال اراق را که در تصرف گروه موسوم به دولت اسلامی داعش بود پس بگیرند در طول این عملیات نیروهای کرد در اطراف کرکوک 11 روستا را از داعش پس گرفته و کنترل حدود 40 کیلومتر مربع از شمال عراق را به دست گرفتند. در این عملیات نیروهای اعتلاف تحت رهبری آمریکا از طریق عملیات هوایی پیشمرگها را پشتیبانی میکردند در چند ماه گذشته نیروهای داعش بارها به سوی شهر نفت خیز کرکوک پیشروی کردند اما نتوانستند این شهر را به طور کامل تصرف کنند ادامه برنامه آن سوی خبر با رویدادی تلخ جنایت جدید از سوی گروه موسوم به دولت اسلامی شام و عراق با سربریدن مسیحیان بیگناه گروه دولت اسلامی موسوم به داعش فیلمی ویدئویی منتشر کرد که در آن اعدام دستکم 28 نفر رو نشان می دهد. این گروه می گوید قربانیان مسیحیان اتیوپیایی هستند که پس از مخالفت با پذیرش اسلام یا پرداخت جزیه در لیبی اعدام شدند. این ویدیو که در سایت های نشردهنده اخبار گروه های رو با عنوان برای اینکه به یقین برسند منتشر شده بود اعدام دوازده نفر را از راه سربریدنشان در ساحل دریا نشان می دهد در حالی که شانزده نفر دیگر با شلیک گلوله به سرشان در منطقه بیابانی اعدام می شوند. در این ویدئوی 29 دقیقه ای آمده است که گروه داعش به مسیحیان در مناطق تحت تصرف خود به ویژه در سوریه و عراق آزادی انتخاب میان پرداخت جزیه گرویدن به اسلام یا تیغ شمشیر را میدهد داعش همچنین تصاویری از منهدم کردن کلیساها، آرامگاه های مسیحی، مجسمه ها، نماد های دینی و صلیب ها در مناطقی که طبق ویدئو در شهر عراقی موسل قرار دارند منتشر کرده است این گروه رو مدعی است که این ویرانی ها پس از آن صورت گرفت که ساکنان مسیحی گزینه های پرداخت جزیه یا گرویدن به اسلام را رد کردند یکی از داعشیون در این تصویر می گفت هر کس اسلام را نپذیرفت باید منتظر تیغ شمشیر باشد جالب توجه که گروه داعش در فوریه گذشته نیز ویدئویی از اعدام 21 گروگان مصری را منتشر کردند که اکثر آنها قبطیان مصر بودند مجددا با خبرهایی به مرزهای ایران باز میگردیم با اخباری از ادامه ناامنی های مستمر مرزی در ایران در تازه رویداد سازمان جشن یکی از تشکیلات مسلح و مخالف جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه اعلام کرد نیروهای این سازمان در یک عملیات کمین توانستند تعدادی از نیروهای خارجی وابسته به سپاه قدس را که در حال انتقال به یکی از پایگاه های آموزشی سپاه در منطقه موسوم به نصرت آباد بودند به اسارت درآورند سایت جیش با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که بازوی نظامی این سازمان موسوم به شاخه شهید نعمت الله توحیدی شامگاه شنبه پس از کسب اطلاع مبنی بر انتقال بیش از 20 نفر از عوامل مزدور خارجی وابسته به سپاه قدس به پایگاه سپاه پاسداران در منطقه نصرت آباد با اجرای کمین موفق شد سه دستگاه خودروی حامل این مزدوران را در منطقه تلسیا متوقف و تمام سرنشینان خودروها را به اسارت بگیرد. در بیانیه منتشر شده در پایگاه جیش العدل آمده است که این سازمان هنگام بازگشت به سوی پایگاههایش و پس از انجام این عملیات با نیروهای سپاه قدس که برای رهایی گروگانها تلاش میکردند درگیر شده است طبق بیانیه جیش این درگیری در 25 کیلومتری محل اسارت نیروهای مزدور صورت گرفت و به مدت یک ساعت به طول انجامید که در این میان تعدادی از نیروهای سپاه کشته و زخمی شدند. همچنین جعش اشاره کرد که تعدادی از این اسرا در حین درگیری با سپاه فرار کردند اما تاکید میکرد که همچنان تعداد 18 تن از آنها در دست جعش اسیر هستند جعش العدل همچنین اذعان کرد که دو تن از نیروهایش در این درگیری زخمی شدند که همکنون در یکی از پایگاه های این سازمان در حال درمان هستند کماکان بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر هستید با خبرهایی از ایران منطقه و جهان در طول 24 ساعت گذشته تشدید تنش‌های کلامی مسئولین جمهوری اسلامی علیه کشور پادشاهی عربستان در پی بحران یمن همچنان ادامه دارد فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران علاقمند به درگیری با عربستان نیست به عربستان اما توصیه کرد که از جنگ و برادر کشی در یمن دست بردارد زیرا اگر با یک جنگ فرسایشی مواجه شود باید آماده دریافت ضربات مهلکی باشد که این بخش از مطلب مرتبجه رسانه هم واقع شد و بعضا از آن به عنوان تهدید نام بردن امیر سرتیب احمد رضا پردستان روز یکشنبه در برنامه من تهران شبکه خبری العالم می گفت توصیه من به ارتش عربستان این است که دست از جنگ بردارد چرا که مردم یمن به زعم وی مردم بزرگی هستند امیر پوردستان ادامه داد همانگونه که رهبری و فرمانده کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت اسرائیل در برابر غزه که یک باری که است نتونست مقاومت کند یمن کشوری با پیشینه تاریخی است و جالبین است که عربستان تجربه جنگ با یمن را هم دارد و یمنی ها در جنگ های سال گذشته توانستند خیلی از پایگاه های عربستان را تصرف کنند بنابر اظهارات این مقام ارشد نظامی وابسته به جمهوری اسلامی ایران پیشینه مردم یمن نشان میدهد که مردمی جنگجو مقاوم و شجاع هستند و من به عربستان توصیه می کنم که از برادر کشی دست بردارد. این مقام ارشد نظامی خاطر نشان کرد مسئله دیگری این است که ارتش عربستان تجربه جنگی ندارد و به زمه وی بسیار شکننده است و اگر با یک جنگ فرسایشی مواجه شود باید آماده دریافت ضربات مهلکی باشد و شکست سختی خواهد خورد. عربستان بهتر است که دست از جنگ بردارد و به صورت سیاسی و مذاکره وارد عمل شود. از منظر این مقام نظامی ادامه بحران می تواند به انفجارات در برخی از شهرها با مشک هایی صورت بگیرد و این به زمه قطعا جبرانش برای مسئولان عربستانی بسیار سخت خواهد بود پردستان در ادامه اظهارات خود بیان میکرد که مردم یمن با توجه به خریدهای قبلی ارتش این کشور و ظرفیت هایی که دارند می توانند ضربات سنگینی را به عربستان وارد کنند این مقام ارشد نظامی ایران در ادامه اظهارات خود اشاره میکرد که تاثیر جنگ هوایی عربستان در یمن زیاد نیست و آنچه در جنگ عربستان و یمن اثر است جنگ زمینی است و همانگونه که استراتژیست ها میگویند زمین است که برنده و فاتح را مشخص میکند امیر پردستان در خصوص حضور ناوگروه ایران در منطقه و اینکه آیا احتمال دارد میان ایران و نیروهای عربستانی در ساحل یمن درگیری ایجاد شود می گفت معموریت ناف گروه نیروی دریایی ایران در چارچوب معموریت های قبلی است و وظیفه آن اسکورت کشتی ها و مقابله با تروریسم دریایی است به همین دلیل مسیرش از کنار یمن و تنگه بابل مندب است امیر پردستان در ادامه اظهارات خود به در همین زمینه و موضوع خاطر نشان می کرد که جمهوری اسلامی ایران علاقمند به درگیری با کشور عربستان نیست چون دوست و همپیمان ماست وابسته نظامی عربستان در کشور ماست و ما از وی دعوت کردیم در روز نیروی زمینی ارتش شرکت کند ما میخواهیم با کشور عربستان ارتباط داشته باشیم و علاقمن نیستیم بین دو کشور مسلمان این رابطه خونین باشد تا وقتی به زعم وی میز مذاکره هست که میتوان مشکلات را حل کند نیازی به استفاده از سلاح و تجهیزات نیست خبرهای برنامه یانسوی خبر را پی میگیریم با دیدار دور رؤسای جمهور همسایه ایران و افغانستان محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان به دنبال دعوت رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بامداد روز یک شنبه وارد تهران شد دفتر ریاست جمهوری افغانستان با انتشار خبرنامه پیش از سفر به تهران اعلام کرد که رئیس جمهوری اشرف غنی به روز یک شنبه در رأس یک هیئت بلند پایه حکومتی برای یک سفر دو روز ره تهران گردید تا با رئیس جمهوری ایران حسن روحانی دیدار و گفتگو کند. در خبرها آمده بود که قرار است آقای قنی و هیئت همراهش در جریان این سفر رسمی دو روزه چندین تا آفاغنامه در بخشهای امنیتی سیاسی اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی با مقامهای ایرانی امضا کنند. در این سفر یک هیئت بلندپایه افغانستان متشکل از محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه و سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین عبدالسلام رحیمی رئیس نهاد ریاست جمهوری آقای غنیرو در این سفر همراهی می کنند بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان در این سفر وزرای خارجه دو کشور یادداشت تفاهم همکاری میان افغانستان و ایران را امضا خواهند کرد پس از ورود و دیدار رؤسای جمهوری ایران و افغانستان آنها در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت کردند خبرگزاری های ایرانی اظهارات رئیس جمهوری ایران را از این کنفرانس انتشار دادند اما از اظهارات رئیس جمهوری افغانستان چیزی نگفتند رئیس جمهوری ایران در این نشست مشترک خبری با همتای افغانستانی خود از جمله می گفت قرار شد همکاری مشترک اطلاعاتی و امنیتی در برابر باندهای قاچاق مواد مخدر شکل گیرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این نشست خبری مشترک با اشرف غنی میافزود در مذاکرات خصوصی دو رئیس جمهوری و مذاکرات عمومی بر مسئله حل و فصل مهاجرین افغانستانی در ایران نیز تاکید شده بود. روحانی در ادامه افزود قرار شد همه افرادی که در ایران حضور دارند به دقت ثبت نام شوند و در دولت بتوانند تصمیم اتخاذ کنند که افرادی که میخواهند در ایران برای فعالیت کاری یا تحصیل حضور پیدا کنند در چارچوب ویزا و قانونی انجام شود. و در وقت باقی مانده در برنامه امشب نگاهی کوتاه خواهیم داشت بر چکیره چند روزنامه منتشره صبح تهران عمده روزنامه های امروز تهران حول اظهارات نظامیان نسبت به بازدید احتمالی نهادهای ناظر جهانی از مراکز نظامی و همچنین دیدار اشرف رئیس جمهور افغانستان از ایران و همینطور فرمان و فتوای خامنه ای نسبت به ضرورت آمادگی دفاعی متمرکز بودند در این میان روزنامه اعتماد در یادداشتی اصلی به قلم عبدالمحمد تاهری رایزن فرهنگی پیشین ایران در کشور افغانستان به موضوع روابط این دو کشور همسایه و همینطور چگونگی رویکرد سیاسی اینان اشاره داشت اشرف غنی با امضای معاهده امنیتی با آمریکا نشان داد که خیلی روشنتر از کرزای در کنار آمریکا ایستاده است اما نباید از نظر دور داشت که ایشان از قدرت ادراک بالایی برخوردار است و از مشاوران بازکاوتی در زمینه سیاست خارجه بهره میگیرد و به خوبی میداند که نمیتواند ایران را به عنوان یکی از قدرت های منطقه نادیده بگیرد و یا منکر روابط و اشتراکات اقتصادی و فرهنگی با همسایه مهم خود در منطقه باشد کماکان ورق در وقت باقی مانده با چند روزنامه دیگر از جمله روزنامه قانون نیز موضوع افغانستان را از منظر دیگری موضوع یادداشت خود برگزید و سرمقاله اصلی شماره خود را به این موضوع اختصاص داد و به قلم قاسم خرمی سردبیر چون این نتیجه می گرفت که اکنون فرصتی است تا دستگاه سیاست خارجی کشور مستقل از وسوسه جریان های مخرب در دو سوی مرزها به دنبال تحکیم روابط حسن مدبرانه بر مدار اشتراکات فرهنگی و ظرفیت های اقتصادی متقابل باشد به زمه نویسنده این روزنامه اشرف انسان تحصیل کرده دنیا دیده و باهوشی است چون این دیداری میتواند به دور از شعار پردازی های رمانتیک به فرصتی برای حل مسائل عینی و مبتلا دو کشور همجوار ایران و افغانستان مبدل شود جالب توجه که روزنامه ابتکار با تیتری تعنه آمیز در حالی که حسن روحانی را همدوش اشرف غنی نشان میداد از آشتی دین و مدرنیته گویا تاکید میکرد و تیتر آراست که همسایه با تصویر و کراوات آمد ابتکار گزارش اصلی را نیز تا حدودی به تشریفات و آداب پوشش رؤسای جمهوری این کشور همسایه اختصاص میداد و مینوشت در حالی که حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین افغانستان معمولا با لباس محلی خود دیپلماسی بومی تلی. را بروز میداد اشرف غنی احمد زی در سفر به ایران از پوشش کت شلوار و کراوات استفاده کرد از منظر روزنامه ابتکار دو فاکتور کراوات و تسبیح شاید نشانی از دوگانگی رئیس جمهوری افغانستان بین ارتباط با غرب و همراهی با کشورهای منطقه از جمله ایران باشد و وقت برنامه ما در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره و شامگاهی دیگر بار همینطور سویه هایی تازه تر در آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود